بده یه نایلون بده. حیف جان، میدونم شرط سختیه، ولی این بچه الان دو ماه لب به گوش نزده. تلویزیون امروز میگفت بچه تو سن رشد بعد حداقل هفته 3 وعده گوشت بخوره. اگه زحمتی نیست 200-300 گرم گوشت بگیری خدا خیرت بده. داداش شما چی میخوای؟ حقیقتش الان یه خورده دست و بالم خالیه، ولی آخر ما من طلب دارم بگیرم تقدیمت. خوبی داداش؟ بهزاد الان خونه نیست، الحمدلله برگشته سر کارش تو کارخونه. خدا شرمندم، دست خودمونم یه خورده خالیه. داداش شرمنده من مزاحمت شدم، ولی داری یه مقدار پول به من قرض بدی، من تا سر ماه بهت برمیگردم. حریف جان تو که خودت اوضاع کارخونه رو بهتر من میدونی، فردا یه جلسه ای داریم، دعا کن به نتیجه برسه. مساعده که هیچ، کل حقوق این سه ماه تو بهت میدن. آی کفایتی، نصف مساعده هم باشه حالا. من الان دارم میرم خونه، چش زن و بچه‌م به دستای من، اینو دو ماه گوشت نخور. حنیف جان دعا کن فقط این جلسه فردامو ختم به خیر شه. حنیف میشنوی؟ الو الو حنیف سلام، خسته نباشی. چرا انقدر دیر کردی؟ کار داشتم. دست درد نکنه، گوشتار بذار آشپزخونه براش یه چیز درست کنم. ببین عزیز یخ جان نذاریش ها، الان خودم میام. با دیروز کجا غیبت زد؟ خب حاجب با دیروز که رفتم دنبال اون بنده خدا، دو سه ساعت تو خیابونا چرخید تا بالاخره شب رفت خونه. چرا اینقدر دیر کردی؟ خب آخه حاجا قرافیز نهی زدن، گفتن که این گوسفند مسجد ماست، که بشن مسجدی ها جمع کردن، دو تا گوسفنده. الان یکیش آوردم، دومیشم جلی برات میارم حاجب باز. ای دستش درد نکنه، باشه ببندش همونجا، لباسات هم عوض کن، کلی کار داری. مشبا مشبا وایسا. پیرزنه گوش نکن یا مشتبه نامحسوسا.